سلام به همه شما همراهان عزیز، خوشحالم که امروز هم در خدمت شما عزیزان هستم و امیدوارم که شما هم فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. متاسفانه این روزها فقر یکی از اصلی ترین مشکلات مردم ایران هست. هر جا صحبت از نارضایتی هست، یکی از موضوعات اصلیش همین فقر و محرومیت هست. فقری که حالا دیگه در بسیاری از موارد بحث خط فقر نیست، بحث خط حیات و زندگیه. با چند خبر ترازی شروع میکنیم و میریم به سراغ پست های در رابطه با همین فقر و محرومیتی که توسط دیکتاتوری ولایت فقیه به مردم ایران تحمیل شده. خبری هست از تجمع اعتراضی معلمان مدارس خارج کشور جلوی وزارت آموزش و پرورش در اعتراض به نگرفتن مطالبات ارزی خودشون. خبر دیگه ای هست از مرز پرویزخان در قصر شیرین کرمانشاه که اعتصاب راننده ها رو نشون میده در دروازه خروجی در اعتراض به تعیین تکلیف نبودن وضعیت گمرک. یکی از مشکلات اصلی در حالی که هنوز زمستون نشده کمبود سوخت و گاز و نفت و بنزین هست. در روزهای قبل موارد مختلف اون رو در شهرهای مختلف دیدیم. حالا هم کلیپ دیگری منتشر شده از صف مردم و توزیع نفت در شاهکوه سفلا که یکی از روستاهای توابع بخش مرکزی گرگان در استان گلستان هست. فیلم دیگه هست از صحنه های دردناک واژگونی خودروی سوختبران در سیستان و بلوچستان که در اثر تعقیب و گریز با نیروهای سرکوبگر مرزبانی به چنین وضعیتی دچار شدند و کاربری که این فیلم منتشر کرده نوشته که قاچاقچیان و اختلاسگران بزرگ که بیشتر اونها از کارگزاران رژیم و فرمانده های سپاه هستند آزادانه میچرخند، اما وقتی که نوبت به سوختبران و کولبران میرسه هر روز باید کشته بشن. این بهاییه که روزانه هموطنانمون در مناطق محروم برای تهیه اولیه ترین نیازهای خودشون با جانشون پرداخت میکنن. اما یک خبر دردناک از وضعیت گرانی نان هست. در حالی که بسیاری از مردم حتی توان خرید تخم مرغ رو هم ندارن، نان یکی از مواد غذایی اولیه هست که هر کس باید توان خرید اون رو داشته باشه. اما خبرها منتشر شده که آرد به نانوایی‌های تهران نمیدن و نانوایان مجبور هستن که آرد رو از دلال سه برابر قیمت معمول بخرن و این باعث افزایش قیمت نان میشه یا ضرر کردن نانواها. از اون طرف هم با گرانی نان مردم توان خرید اون رو ندارن و مشکلات جدی روبرو میشن. یکی دیگه از مواد غذایی که طی ماه اخیر خیلی باعث یکی از مواردی بود که گرون شده بود کره بود که حالا گفتن که دولت واردات کره رو متوقف کرده و بدون اون که تبعات این مسئله رو بررسی بکنه گفتن که ارز دولتی قطع شده و نمیتونن این کار رو انجام بدن. یکی دیگه از رکوردهایی که رژیم آخوندی زده این هست که بعد از رتبه‌بندی‌هایی که مشخص شده نرخ رشد فقر در ایران آخوندزاده سه برابر شده و این گرانی و تورمی که در حال حاضر می‌بینیم محصول همین سه برابر شدن نرخ رشد فقر هست. یکی دیگه از فیلم‌های دردناک و وضعیت اسفباری که در جامعه می‌بینیم این هستش که بسیاری از تحصیل کرده‌ها، قهرمانان و ورزشکاران مجبور هستن مشاغلی مثل کولبری یا دستفروشی رو بیارن که قبلا موارد زیادی از اون رو دیدیم. یکی از نمونه‌های دیگه اون یکی از قهرمانان کشتی در گلستان هست که به دستفروشی رو آورده. این کشتیگیر تا به حال 4 مدال طلای
قهرمانی داشته و همینطور صاحب مدال نقره جام بزرگ باکو هم شده بوده. در چنین وضعیتی بود که رژیم برای بورس تبلیغ میکرد، اما طی همین چند وقت اخیر شاهد قرمز شدن بیش از پیش بورس شدیم. تصویری که منتشر شده و کاربری گفته که فعلا حمایت چندانی از سرمایه های کوچیک نمیشه، در کل بازار بورس منفی هست، اما دولت هنوز برای اون تبلیغ میکنه. علت اصلی این تبلیغ هایی که رژیم میکنه البته روشنه که قصد جیب خودش رو از این سهام و سرمایه های مردم پر بکنه. کاربر دیگه نوشته دولت از بورس چقدر به جیب زد. یک تحلیلگر بازار سرمایه اعلام کرده که دولت فقط در 3 ماه اخیر بیش از 3 برابر کل بودجه 99 یعنی حدود 35 هزار میلیارد تومان از همین بازار بورس به دست آورده و جیب خودش رو از ضرر و زیان برای مردم پر کرده. یکی دیگه از خبرهایی که در رابطه با وضعیت فقر در ایران آخوندزاده و سقوط ارزش ریال بود، خبری هست که بلومبرگ منتشر کرده و گفته که ریال ایران به یک کاهش بی سابقه ارزش رسیده در برابر دلار، تا جایی که از 300 هزار ریال در برابر 1 دلار خبر میدن قیمتش رو. و خیلی از کارشناس ها اعلام کردن که اقتصاد رژیم آخوندی به قدری در هم شکسته هست که با هیچ چیز دیگه نمیشه این دوران رو جبران کرد و هرگز به شرایط معمول و قبل از اون بر نخواهد گشت. نگاهی بود به تازه‌های فضای مجازی. امیدوارم که مورد توجه شما از آن قرار گرفته باشه. توجهتون رو به سایر بخش‌ها جلب می‌کنم. We'll be right back.